برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح ایران. همکارم محمد رهبر در استودیو همراه ما هستن. خب بپرسیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران که وقتی به صفحات اولشون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که حالا خواسته یا ناخواسته به راهپیمایی 22 بهمن پرداختن و اینکه چقدر حضور پرشکوهی داشتن مردم، اما هیچ کس به بی‌تفاوتی مردم نسبت به شرکت در این راهپیمایی و این مراسم نگفته بود. حالا حقیقتشو بخواییم، این راهپیمایی 22 بهمن برای جمهوری اسلامی حیثیتی است. یعنی تنها راهیه که میخواد نشون بده که مردم هنوز طرفدار او هستن. اما گرفتاری اینجاست که واقعا خلوت برگزار میشه. بسیاری اصلا یادشون رفته 22 بهمن چه روزی بود در این سختی ها، و اگر هم یادشون بیاد میدونن که این مبدأ اون گرفتاری و بدبختی بود که شروع شد. اونهایی که مست قدرت هستن سعی میکنن این راهپیمایی رو میلیونی جلوه بدن، در حالی که اصلا اینطور نیست، که دروغ مسلمه. و اونهایی که این خالی بودن صحنه رو میبینن جرئت نمیکنن حرفش رو بزنن. در واقع 22 بهمن نشان دهنده سقوط تمام اون آرمانهایی است که در همون انقلاب 57 میگفتن، از آزادی بیان و دیدن حقیقت و دروغ نگفتن. نشانه کامل دروغ گفتن روزنامه کیهان رو به عنوان سرآمد یکی از این دروغ سالاران ببینید. روزنامه کیهان امروز یک صفحه مفصلی بسته در این مورد و گفته 5 نسل زیر پرچم این انقلاب آمدن و جمع شدن، و برای خواننده تداعی میکنه که شاید هم بگیم 5 نسل تا به حال نابود شدن در این 43 سالی که گذشته و امیدها و آرمانهاشون رو از دست دادن. روزنامه همشهری امروز البته آمده و به جای اینکه عکسی از این خلوتی خیابانها کار بکنه، طرحی کار کرد. این کیهان اومد و ببینید که چه بساطی درست کرده و اتفاقا یه ترکیب بندی هم کرده که نشان بده که خیلی شلوغ هست، سفر شلوغ بسته، اما واقعا تا خیابون رو کنار هم گذاشته به حالت ترافیکی درست کرد. حالا روزنامه همشهری رو ببینید، اونها اومدن عکس ها رو بررسی کردن، دیدن عکس به درد بخوری درش نیست و آمدن و یه مدال گردن میدان آزادی انداختن. به هر حال از روزنامه همشهری هم اگه دوستان نشان بدهند، بله این مدالی که گردن میدان آزادی افتاده و اخیر اون عکس ها گذشتن که اگر اونها رو چاپ میکردن واقعا مایه تباهی بود و اینکه نشون میداد که تا چه اندازه مردم بی‌تفاوت شدن به 22 بهمن و سالگرد انقلاب. روزنامه جهان صنعت به حرفای رئیسی پرداخته در یک ستونی به عنوان اینکه این رئیسی خبر داره میده یا تحلیل داره میکنه. خب دیروز در همین سالگرد انقلاب رئیس گفت ما نه به وین امیدواریم نه به نیویورک امیدواریم، یکی نیست بگه آخه بس برای چی دارید این همه مدت میرید و مذاکره میکنید. جهان صنعت گفته احتمالاً خبرهایی در اونجا اتفاق افتاده و اینکه مذاکرات داره به بنبست میخوره که چنین حرفایی از رئیسی شنیده میشه، و به صورت خیلی تلویحی گفته اگر تو امیدوار نیستی مردم امیدوارن که با این مذاکرات تحریم ها رفع بشه و تا حدی این فشار فرساینده اقتصادی یه التیامی بگیره. ولی خب آقای رئیسی که گوشش به این چیزها بدهکار نیست. و برسیم به روزنامه در خودشون هم تفرقه ای که افتاده، فشارهایی هم که ظاهرا بر روی خود رئیسی هم هست، بر روی جناح که خود آقای رئیسی درش قرار داره. دقیقاً بین خودشون که اختلاف هست هیچ، و روسیه به عنوان برادر بزرگتر هم منافعش الان گویا چندان به این مذاکرات گره نخورده و سعی میکنن که روس‌ها بیایند و یک چوبی لای چرخ بگذارن. ببینید الان همین حرف رو آفتاب زده و اینکه لاروف وزیر خارجه روسیه یک بار گفته خیلی راه درازی مونده، در حالی که اولیانوف قبلا گفته بود که 5 دقیقه بیشتر نمونده تا مذاکرات. ماجرای اوکراین به سرنوشت ایران داره گره میخوره و این به خاطر این هستش که حضور مستقل و شخصیت مستقلی نداره هیئت نمایندگی ایران در این مذاکرات. خب از این هم بگذریم و برسیم به روزنامه آخر، روزنامه مردم سالاری، که امروز مصلای تهران رو مورد بررسی قرار داده به عنوانی که کمیسیون تلفیق اومده 1000 میلیارد تومن دیگه برای این مصلا اختصاص داده و اون رو گفته راهکارش هم تعاطر نفتی هست. ببینید این مصلای تهران نماد جمهوری اسلامی است، نماد اتفاقا بهتر باید بگم مصلای امام خمینی، نماد جمهوری اسلامی، مسجدی که با بوی نفت و بوی فساد شناخته میشه، نه عطر گلاب و نماز، و میشه گفت نشان دهنده این که دنیا و آخرت بر باد رفت در جمهوری اسلامی.
ممنونم از توضیحاتتون. محمد رهبر اینجا در استودیو همراه ما بودید.